بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام با بخشی از اخبار شبانگاهی در خدمت شما بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام هستم. سرخط خبرهای امشب: مدیر بخش امنیت و انتظامات حرم امام حسین علیه السلام: ما از طریق شبکه امام حسین علیه السلام به زائران امام حسین اعلام می کنیم که انشاءالله در امنیت بوده و خطری آنان را تهدید نمی کند. گذرگاه های مرزی عراق مملو از جمعیت زائران اربعین حسینی. و یونسکو: ادامه ممنوعیت آموزش در افغانستان 4 میلیون دختر دیگر را تهدید می کند. وقت شما بخیر. تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام صبح روز جمعه میزبان مهندس حاج رسول فضاله، مدیر بخش امنیت و انتظامات حرم مطهر امام حسین علیه السلام بود. مهندس فضاله با حضور در برنامه سلام کربلا به پرسش‌های مطرح شده پیرامون خدمات این بخش به ویژه در ایام زیارت اربعین پاسخ داد. جزئیات بیشتر در این باره را با هم ببینیم و بشنویم. مهندس حاج رسول فضاله، مدیر بخش امنیت و انتظامات حرم مطهر امام حسین علیه السلام با حضور در برنامه سلام کربلا، برنامه صبحگاهی تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام، اظهار داشت زیارت اربعین از چند روز پیش شروع شده و سیل جمعیت در حال حرکت به سمت کربلا است و تأمین امنیت و آرامش برای همه زائرین محترم در شهر مقدس کربلا و اطراف حرم امام حسین علیه السلام و هر آنچه زائران از لحاظ امنیتی به آن نیاز داشته باشند بر عهده ماست. مهندس حاج رسول فضاله با اشاره به این که از لحاظ فنی و خدماتی و سایر امور بین این مجموعه و سایر ارگان‌ها از جمله پلیس، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی هماهنگی و همکاری نزدیک وجود دارد اظهار داشت. یکی از وظایف ما کنترل دوربین هاست که بیش از 1800 دوربین علاوه بر مراقبت از داخل حرم مطهر و اطراف آن در اطراف شهر مقدس کربلا توزیع شده اند. مدیر بخش امنیت و انتظامات حرم مطهر امام حسین علیه السلام در ادامه گفت تعدادی از دوربین ها وظیفه چهره شناسی را بر عهده دارند تا کسانی که به خاطر جنایت های امنیتی یا قانونی مورد تعقیب پلیس هستند رصد شوند. مهندس فضاله تاکید کرد که عوامل اجرایی ما 24 ساعته در راستای حفظ امنیت زائران فعالیت می کنند تا زائران حسینی در امنیت کامل باشند. وی همچنین تاکید کرد ما به زائران سید الشهدا از طریق شبکه امام حسین علیه السلام اعلام می کنیم که انشاءالله در امنیت هستند و خطری آنان را تهدید نمی کند. مهندس حاج رسول فضاله به خانواده ها توصیه کرد که در جیب فرزندانشان حتما شماره تلفن خود را قرار دهند و بدین منظور مراکزی در حرم های مطهر امام حسین و حضرت عباس علیه السلام در نظر گرفته است. مدیر بخش امنیت و انتظامات حرم مطهر امام حسین علیه السلام با اشاره به شرح وظایف قسمت ارائه کمک های بشر دوستانه گفت این بخش وظیفه نقل و انتقال زائران را از ورودی ها به سمت حرم مطهر انجام می دهد و افرادی که معلولیت های جسمی دارند می توانند از خدمات این مجموعه استفاده کنند. اما در روزهای پایانی زیارت که حتما ازدحام جمعیت بسیار زیاد می شود، مطمئنن این مسئله کمی به تعویق خواهد افتاد و فقط در ساعات خاصی مانند نیمه شبها یا قبل از اذان صبح این فعالیت امکان پذیر خواهد بود. وی در ادامه اظهار داشت همه زائران و همه اصحاب مواکب تقاضا داریم که هنگام ورود به حرمهای مطهر امام حسین و حضرت عباس سلام الله علیهما حتما صبور باشند، چرا که جمعیت بسیار زیادی در این ایام می خواهند داخل حرمهای مطهر شده و خارج شوند.
مهندس حاج رسول فضاله از زائران درخواست نمود که در اوقات نماز ظهر و مغرب و عشا پیش از وقت نماز مکان مناسب برای خود جهت ادای فریضه نماز را پیدا کنند. مدیر بخش امنیت و انتظامات حرم مطهر امام حسین علیه السلام تاکید کرد که حائر امام حسین علیه السلام با چند طبقه برای زائران آماده شده و صحن مطهر سید الشهدا علیه السلام فضای محدودی دارد و ممکن است گاه چند دقیقه درب‌ها بسته شود تا بتوان برای ادای نماز شرایط مناسبی ایجاد کرد. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. هزاران نفر از زائران آذربایجانی برای شرکت در مراسم بزرگداشت ارمنین امام حسین علیه السلام از طریق مرز ایران راهی عراق شدند. گفتنیست دولت آذربایجان در سالهای گذشته با تشکیل هیئتی تخصصی در امور مذهبی مأموریت سازماندهی زیارت زائران آذربایجانی از عتبات عالیات در عراق را به عهده داشته است. لازم به ذکر است در سالهای گذشته بین 30 تا 35 هزار زائر آذربایجانی در مراسم زیارت اربعین حسینی شرکت کردند که نشان دهنده میزان علاقه آنان به این مناسبت بزرگ است. نخست وزیر عراق با حضور در شهر مقدس کربلا اقدامات اجرایی برای ساخت 4 پروژه صنعتی در شهرک صنعتی کربلا را افتتاح کرد. بر اساس بیانیه نخست وزیر عراق، این 4 پروژه شامل کارخانه گازهای صنعتی با ظرفیت تولیدی 1000 تن در روز، کارخانه روغنهای سفید با ظرفیت 1000 متر مکعب در روز، کارخانه حلالهای عالی با همان ظرفیت و کارخانه تختیر خلع با ظرفیت 2500 تن در روز است. السودانی گفت که شهرک صنعتی کربلا شهرکی تخصصی به شمار می رود که در آن از فراورده های نفتی و نفت خام بهره برداری می شود. به منظور انتشار پیام حقیقت و عدالت امام حسین علیه السلام، 32 نشست سالانه روز امام حسین با حضور رهبران ارشد سیاسی و مذهبی ادیان و مذاهب گوناگون در بنگلور هند با هدف تقویت وحدت در برابر تعصب و خشونت برگزار شد. موضوع این گردهمایی مظهر حقیقت و عدالت بود تا با بهره‌گیری از روح زندگی امام حسین علیه السلام، پذیرش تنوع و ارائه یک جبهه متحد در برابر تعصب و تفرقه به تصویر کشیده شود. گروهی از چهره‌های برجسته از جمله سیاستمداران با نفوذ، واعظان ارشد و علما در این نشست بر اهمیت این موضوع با توجه به بحران‌های امروزی بشر سخن گفتند. مشایخ نمادین اربعین حسینی در خیابان‌های میلواکی، بزرگترین شهر ایالت ویسکانسین آمریکا، به تأسی از مشایخ میلیونی اربعین حسینی در شهر مقدس کربلا برگزار شد. مسئولین این مشایخ، مرکز دارالحکمه و مرکز اسلامی شیعیان میلواکی، در بیانیه مطبوعاتی اظهار داشتند شرکت کنندگان از خیابان بزرگ ویسکانسین عبور کردند و با حمل پرچم‌ها و بنرهای حسینی عشق خود را به امام شهیدشان ابراز کردند. گفتنیست این راهپیمایی شاهد شرکت عزادارانی از اهل تسنن و همچنین کشیشان مسیحی نیز بود. شورای روابط آمریکایی اسلامی، بزرگترین سازمان حقوق مدنی و مدافع مسلمانان در آمریکا، قتل صدها مسلمان روهینگیایی از جمله زنان و کودکان توسط هواپیماهای بدون سرنشین در میانمار را محکوم کرد. مسلمانان روهینگیایی در حالی که از خشونت در میانمار می‌گریختند، هدف حمله پهپادها قرار گرفتند و کشته شدند. گزارش‌ها که از کشته شدن حدود 200 نفر است و ارتش آراکان مسئول این قتل بوده است. در بیانیه شورای روابط اسلامی آمریکایی آمده است زمان آن رسیده که جهان برای پاسخگویی دیکتاتوری نظامی میانمار به خاطر جنایات مستمر نژاد پرستانه و اسلام هراسانه علیه بشریت اقدامی ملموس انجام دهد.
رئیس اداره میراث فرهنگی تربت حیدری گفت که قدمت آسیاب نویافته به دوران قاجار میرسد. در پی نشست زمین در روستای قلعه نوی شهرستان تربت حیدری در استان خراسان رضوی، بقایای یک آسیاب تاریخ از دل خاک بیرون آمد. به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی تربت حیدری، اقدامات تکمیلی آواربرداری برای بیرون کشیدن کامل بنا از دل خاک ادامه دارد. رئیس اداره میراث فرهنگی تربت حیدریه درباره پیشینه آثار تاریخی موجود در روستای قلعه نو نیز گفت که در این روستا آثاری به جا مانده از دوران صفوی هم وجود دارد، اما بیشتر آثار تاریخی منطقه مربوط به دوران قاجار و پهلوی است. کوره‌ای به طول 2 متر در آرسلان تپه واقع در کشور ترکیه کشف شد. گفتنی است این کوره متعلق به سالهای 4200 تا 4400 قبل از میلاد بوده است. این کوره تاریخی در ادامه حفاری‌های باستانشناسان در آرسلان تپه مالاتیا که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد کشف شد. محققان پیشتر از ارتباط ریز پلاستیک ها و مشکلات سلامت مانند ناراحتی های قلبی، بی تعادلی هورمونی و حتی سرطان خبر داده بودند. واحد پزشکی دانشگاه دانوب در اتریش به تازگی تحقیقی انجام داده است که نشان می دهد نوشیدن آب از بطری های پلاستیکی ممکن است فشار خون را افزایش دهد. این تأثیر به دلیل ورود ریز پلاستیک ها به جریان خون است. خبرنگاران افغانستانی ساکن اروپا و آمریکای شمالی میگویند که پژوهش‌هایشان نشان می‌دهد که طالبان در 3 سال اخیر 309 خبرنگار را زندانی کردند. در اعلامیه این خبرنگاران که به مناسبت 3 سالروز سقوط کابل و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شده آمده است که این آمار شامل مواردی است که رسما تایید شده و ممکن است آمارهای واقعی بیشتر باشد. خبرنگاران افغانستانی ساکن اروپا و آمریکا همچنین گفتند که تعداد خبرنگاران زن در داخل کشور افغانستان 95% کاهش یافته است. در 3 سالگرد حکومت طالبان، عفو بین الملل این گروه را به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه علیه زنان متهم کرده است. این سازمان افزوده در حالی که مردم افغانستان با ناامیدی دست و پنجه نرم می‌کنند، حکومت طالبان و جامعه جهانی طی 3 سال هیچ اقدام معناداری انجام نداده است. سازمان حقوق بشر گزارشی را بر اساس مصاحبه با 150 شهروند افغانستان از جمله مدافعان حقوق زنان، دانشگاهیان، زنان معترض، فعالان، جوانان، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران تهیه کرده است. آمارهای سازمان ملل متحد از گزارش‌های متعدد این سازمان نشان می‌دهند که در 3 سال گذشته 1182 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2904 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های 3 ماهه ملل متحد در این مدت همچنین 15865 رویداد مرتبط به امنیت را ثبت کرده که 361 مورد آن مداخله داعش خراسان بوده است. در آستانه زیارت میلیونی اربعین حسینی، گذرگاه‌ها و مرزهای کشور عراق مملو از جمعیت زائران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت است. در همین راستا سرلشکر تحسین الخفاجی، رئیس بخش رسانه نیروهای امنیتی، در بیانیه اظهار داشت هماهنگی بسیار بالایی با کشورهای همسایه از جمله ایران، ترکیه، کویت، عربستان، اردن، سوریه در زمینه کنترل و تأمین امنیت مرزها برای تسهیل و ایمنی عبور و مرور زائران اربعین حسینی در نظر گرفته شده است. وی در ادامه تصریح کرد در این زیارت میلیون ها نفر از داخل و خارج عراق به سمت شهر مقدس کربلا حرکت می کنند و ایمنی زائران در این مسیر بسیار مهم است.
شایان ذکر است، وزارت حمل و نقل عراق نیز از اختصاص 200 واحد اتوبوس از گذرگاه‌های مرزی به سمت شهر مقدس کربلا خبر داد تا زائران به راحتی بتوانند خود را به شهر مقدس کربلا برسانند. عبدالامیر ارشمری وزیر کشور عراق همچنین از تعدادی از گذرگاه‌های مرزی در شرق عراق بازدید کرد و با مسئولان خدمت زائران و اجرای طرح امنیتی در این گذرگاه‌ها در طول مدت زیارت بحث و گفتگو نمود. سازمان فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو در گزارشی هشدار داده که اگر ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران توسط طالبان تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر دیگر در افغانستان از آموزش باز خواهند ماند. یونسکو افزوده که رهبران طالبان از 3 سال پیش تا کنون دست کم 1,400,000 دختر را عمدن از دسترسی به آموزش متوسط محروم کردند. این در حالی است که طالبان پس از برگشت حاکمیتشان بر کشور، دختران بالاتر از کلاس ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و دانشگاه را نیز به روی زنان بستند. به گفته این سازمان، از پیامدهای زیانبار این وضعیت که میتواند منجر به افزایش کار کودکان و ازدواج زود هنگام شود، نگران است. مدیر کل یونسکو از جامعه بین المللی خواسته که برای بازگشایی بی قید و شرط مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان افغانستان بسیج شوند. این نهاد بین المللی در ادامه هشدار داده که مقام‌های طالبان تقریباً 2 دهه پیش رفته پایدار آموزش در افغانستان را از بین بردند و آینده یک نسل کامل اکنون در خطر است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مدیر بخش امنیت و انتظامات حرم امام حسین: ما از طریق شبکه امام حسین علیه السلام به زائران امام حسین اعلام می‌کنیم که انشاءالله در امنیت بوده و خطری آنان را تهدید نمی‌کند. گذرگاه‌های مرزی عراق مملو از جمعیت زائران اربعین حسینی و یونسکو: ادامه ممنوعیت آموزش در افغانستان 4 میلیون دختر دیگر را تهدید می کند. بینندگان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. به امید دیدار.